در ایالات متحده آمریکا که اینک یکی از پایدارترین کشورهای دموکراسی جهان است، در یک جنگ استقلال به دنبال بیانیه‌ای که در سال 1776 بیرون داده شد، یعنی نزدیک به 200 و نه نزدیک دست دقیقا 240 سال پیش، کشوری پدیدار گردید که کهن‌ترین قانون اساسی نوشته شده جهان رو اینک دارد. در سال 1776 اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا منتشر شد. 13 ایالت به هم پیوستند و کشور تازه‌ای رو، اتحاد تازه‌ای رو به وجود آوردند و سرانجام کشور به دولت تازه‌ای به نام دولت ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. نخست از 13 ایالت و رفته رفته به 50 ایالت رسید. قانون اساسی آمریکا در 1776 نوشته نشد، بلکه به دنبال استقلال آمریکا پس از پایان جنگ استقلال با دولت بریتانیا، گروهی از نخبگان این کشور نشستند و نزدیک به 9 سال تا 10 سال وقت گذاشتند و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو نوشتند، قانون اساسی و متممهای اون رو. تاریخ اون رو خدمتتون اجازه بدهید که بگویم. 1789 میلادی، یعنی 23 سال پس از، ببخشید، 13 سال پس از آغاز جنبش استقلال آمریکا و چند سال پس از پیروزی دولت نوبنیاد ایالات متحده آمریکا بر نیروهای انگلیسی، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تصویب شد. 1789 میلادی می شود 1168 خورشیدی. این تاریخ رو خوب به یاد بسپارید، 1168 خورشیدی. در اون تاریخ در ایران چه میگذشت؟ در اون دورانی که نخبگان سازنده ایالات متحده آمریکا گرد هم آمده بودند و گفتگو بر سر حقوق فرد میکردند و اون 10 ماده معروف متمم قانون اساسی رو در مورد حقوق شهروندان تنظیم کردند و یکی از مهمترین مبانی حقوق بشر رو بر پایه انبوه اسنادی که تا اون هنگام در دست بود بنیاد نهادند و سرانجام هم این اندیشه در انقلاب کبیر فرانسه و در اون بیانیه معروف حقوق بشر و شهروند فرانسه پس از انقلاب کبیر فرانسه منعکس شد، یا در همون دوران در واقع چنین رویدادهایی شکل می گرفت. اینها نشسته بودند و این مبانی حقوق فردی رو می نوشتند که انسان ها دارای حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع و بسیار چیزهای دیگری که ما میدانیم در اعلامیه، در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گنجانده شده، در اون دوران به این کار مشغول بودند. یعنی در اون دوران چند ساله‌ای که پس از اعلامیه استقلال 1776 تا 1789، 13 ساله، دوره 13 ساله، ولی در واقع دوره 9 ساله برای نوشتن قانون اساسی به وجود آمد، در این دوره اینها سرگرم گفتگو بر سر حقوق فرد بودند. به اندیشه های لاک و اندیشه های بسیاری از فیلسوفان انگلیسی و اروپایی نگاه می کردند و نشستند و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو نوشتند. کشور ما که بسیار کهنسالتر از ایالات متحده آمریکاست، خود من شاید در خانه زیستم که تاریخ اون خانه کهنتر از تاریخ ایالات متحده آمریکاست و بسیاری از ما در شهر و روستا و شهرک و جایی زیستیم که تاریخ بسیار کهنتری، پیشینه بسیار کهنتری از تاریخ پیدایش ایالات متحده آمریکا دارد. در اون هنگام گفتگو در کشور ما بر سر حقوق نبود، بر سر قانون اساسی نبود. چند سال پیش از نوشتن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، فردی به نام آقا محمد خان قاجار در شمال ایران تاجگذاری کرده بود و خود رو پادشاه ایران نامیده بود. سال تاجگذاری او هم سال 1300
1100 ببخشید، بله در حدود 1782 میلادی است. 1789 قانون اساسی آمریکا تصویب شده. در سال 1782 آقا محمد خان قاجار به پادشاهی ایران رسیده و خود و تاجگذاری کرده. من به این یادداشت‌ها نگاه میکنم چون یادداشت‌ها مانند تاریخ ها مانند نام ها نیستن، باید تاریخ خیلی دقیق در واقع در برابر شما نهاد. در سال 1789 میلادی برابر با 1168 خورشیدی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تصویب شد. سه سال پس از اون در سال 1792 میلادی 1171 خورشیدی هنگامی که کشور تازه‌ای به نام ایالات متحده آمریکا با این قانون اساسی پیشرفته پدیدار شده، آقا محمد خان قاجار پادشاه تازه دولت تازه قاجار در کرمان چشم از حدقه شهروندان بیرون می آورد و گویا بیش از 30,000 نفر را در این شهر کور کرد. آن گفتمان شهروندی در ایالات متحده آمریکا بود و این رفتار خشونت آمیز و دردناک در کشور ما. در هنگامی که ایالات متحده آمریکا نخبگان این کشور سرگرم گفتگو بر سر حقوق افراد بودند و از حقوق شهروندی در اون 10 ماده نخست متمم قانون اساسی پشتیبانی می کردند، در کشور ما آقا محمد خان قاجار چشم از حدقه مردم بیرون می آورد و یک نوع پادشاهی خونریزانه رو بار دیگر در ایران بنا نهاده بود. اینک که 200 و اندی سال از اون دوران می گذرد، 1171 خورشیدی امروز 1300 و اینک 1390 و اندیست 96 می باشد، 120 سال 220 سال از اون دوران می گذرد، ما باید نگاه کنیم، برگردیم و ببینیم که چه درسی ما از این رویدادهای هولناک و بسیار واپسمانده در کشورمان گرفتیم. در ایالات متحده آمریکا انتخاباتی انجام شد. همه پیش بینی می‌کردند که در این انتخابات خانم کلینتون پیروز بشود و حزب دموکرات حتی سنای آمریکا رو هم در دست بگیره. حزب جمهوری‌خواه اصلا وارد عزاداری شده بود. فکر می‌کردند که انتخابات رو سخت خواهند باخت و آقای ترامپ بازنده خواهد شد و یک نوع کالبدشناسی یا کالبدشکافی سیاسی در آمریکا در میان جمهوری خواهان آغاز خواهد شد. چنین نشد. آمارگیری ها نادرست بود و این شور و شوق تغییر و این نوع نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی در میان برخی بخشی از طبقه متوسط و رو به پایین آمریکا، کارگران آمریکا و شاید هم ناتوانی های خود خانم کلینتون روی هم رفته شرایطی رو ایجاد کرد که در میان شگفتی های بسیاری از مردم از جمله حتی هواداران آقای ترامپ انتخابات رو برد، پیروز شد و جمهوری خواهان کنگره یا در واقع مجلس مؤسسان و سنا رو هم حفظ کردند. تقریبا می توان گفت که چهره و سیمای سیاست آمریکا یک دست شد. از اونجایی که در ایالات متحده آمریکا گزینش قاضیان دادگاه عالی بر پایه پیشنهاد رئیس جمهور و رأی سنای آمریکاست، می توان پیش بینی کرد که شاید در این 4 سال آینده چهره و سیمای ساختار حقوقی آمریکا هم دگرگون بشود. یعنی دیوان عالی داوری در ایالات متحده آمریکا هم اساساً به سوی جمهوری خواهان چرخشی بکند. این رویداد اگر در کشور ما به وقوع پیوسته بود، ما اسم اون رو انقلاب میگذاشتیم و یک رشته برنامه ریزی ها برای اعدام مخالفان و سرکوب و زندان کردن و چیزهای از این دست رو پیش بینی می کردیم و گروه بسیاری از اون کسانی هم که در این نوع انتخابات شکست خورده بودند یا به زندان خانگی می رفتند
یا کشور رو ترک میکردن و یا اصولا از سیاست میبریدن. ما میبینیم در ایالات متحده آمریکا چنین نیست. چند ساعت پس از اعلام پیروزی آقای ترامپ، آقای اوباما که با چنان زبان تندی درباره ناشایسته بودن آقای ترامپ برای رئیس جمهور شدن سخن رانده بود و می گفت این انسان ناشایستی برای این کار است، جدا از خط سیاسی، او رو دعوت به کاخ سفید کرد و ایشان در دیداری دو روز پس از انتخابات در یک، به راستی می توان گفت در یک فضای دوستانه، پروژه انتقال و فرایند انتقال قدرت رو آغاز کردند. در تمام این دوران جز چند جا در راهپیمایی ها و تظاهرات خیابانی که افراد با یکدیگر گلاویز شدند و این هم بخشی از فرایند دموکراسی است، دستور زندانی شدن کسی صادر نشد، کسی اعدام نشد، دستگیری هایی برای مخالفان به صورت گسترده و یا حتی ناگسترده آغاز نگردید. تا جایی که آقای ترامپ تعریف از آقای اوباما کرد با همه ناسزاهایی که پیشتر می گفت و آقای اوباما اظهار شادمانی کرد که امیدوار است که آقای ترامپ در کار خودش موفق بشود و امروز هم که یک هفته از این انتخابات در ایالات متحده آمریکا 9 روز گذشته، می بینیم که فرایند انتقال قدرت از دولت اوباما که تا میانه ژانویه همچنان رئیس جمهور باقی خواهد ماند به دولت آقای ترامپ که به نظر می آید انسان بسیار ناتوانی برای چنین جایگاهی است، آغاز شده و با یک نوع درایتی، با یک نوع آرامشی در واقع در پیش می رود. ما ایرانیان به جای اینکه این رو ازش درس بگیریم، این انتقال آرام قدرت رو ازش درس بگیریم، ناسزاگویی های دوران انتخاباتی رو درس گرفته ایم و این است که هواداران ایرانی آقای ترامپ با بیانیه ها و اعلامی های ناسزاهای بسیار ناپسندی رو نسبت به دولت آقای اوباما و حزب دموکرات میگویند و طرفداران آقای اوباما، ایرانیان طرفدار آقای اوباما و حزب دموکرات هم دریغ نمیورزند که آقای ترامپ رو یک فاشیست و زنباز، آدمی که به هر حال اهل بازی با مسائل جنسی بوده و آلوده بوده و چیزهای از این دست بخوانند. اونها خانم کلینتون رو مظهر فساد میخوانند و اینها آقای ترامپ رو مظهر الواتی و فساد اخلاقی میخوانند و چیزهای از این دست. این رو ما در خود آمریکا ملاحظه نمیکنیم. سختترین دشمنان و مخالفان دولت آقای، دولت تازه پای آقای ترامپ، دولت نشده هنوز، یعنی این جریان آقای ترامپ، اظهار امیدواری میکنند که ایشان در گزینش کسانی که برای کابینه خود در نظر دارند یک درایتی رو به خرج بدهند و این سیاست در ایالات متحده آمریکا ادامه دار باشد. همین دیروز بود که آقای اوباما در آلمان در کنار خانم مرکل صدر اعظم آلمان در واقع یک نوع آرامشی رو توصیه میکرد به اروپاییان که نگران نباشید، این شعارهایی که آقای ترامپ داده اینها تعدیل خواهد شد، کشور ایالات متحده آمریکا همچنان یک پارچه با اروپا خواهد بود و چیزهایی از این دست. یک نوع متانتی رو شما در رفتار آقای اوباما میدیدید، مردی که به راستی میتوان گفت پیروزی آقای ترامپ یک نوع شکست شخصی برای او بود، ولی یک نوع متانتی رو در رفتار آقای اوباما در این چند هفته، در این چند روز گذشته میدیدید و همچنین اونهایی که هوادار ترامپ هستن، اون نخبگانی که هوادار ترامپ هستن، اون زبان تند و گزنده‌ای رو که در مورد اوباما به کار می بردند، این زبان رو کنار نهادند و با یک متانتی نسبت به دوران آقای اوباما سخن میگویند و حتی خود آقای ترامپ از این سخن می گفت که آقای اوباما دستاوردهای بزرگی رو داشته و ما باید این دستاوردها رو حفظ کنیم و من میگویم که من همواره خواهم کوشش خواهم کردش که رایزنی با ایشان بکنم. ببینید، من از جنبه های هوشیگری سیاسی، از جنبه های دروغ سیاسی که در این نوع برخوردها وجود داره
اندکی بیرون میام. من مطمئن هستم که پس کله آقای اوباما نگرانی های بسیاری نسبت به دولت آینده آقای ترامپ وجود داره. من تردیدی ندارم که آقای ترامپ اعتماد چندانی به آقای اوباما و دولت او نداره و همچنان در پس ذهن او این نقد هایی که در سخنرانی های بسیار زیاد او در دوره کارزار انتخاباتی وجود می داشت هنوز هم وجود داره. ولی شما نگاه می کنید که در این پس از کارزار انتخاباتی، در این انتقال قدرت، یک نوع رفتار مدنی، یک نوع رفتار شهروندی بر کشور ایالات متحده آمریکا چیره شده و ما ایرانیان به جایی که از این بیاموزیم و دریابیم که راه دیگری جز بیرون آوردن 30,000 جفت چشم از حدقه سر مردم کرمان برای انتقال قدرت وجود دارد، به دلیل اینکه آخرین پادشاه زند به کرمان گریخته و مردم به او پناه داده بودند، به جایی که از این درس بگیریم و به جایی که بپذیریم که در گذار از یک حکومت به حکومت دیگر بنا نیست که تمام امیران و افسران ارتش رژیم گذشته را بر پشتبان مدرسه رفاه و علوی اعدام کرد بدون محاکمه و پیکره گلوله خورده اونها رو با چشمای از حدقه بیرون آمده در صفحه اول روزنامه های صبح و عصر تهران منتشر کرد، به جای اینکه بپذیریم راه های دیگری برای گزار سیاسی در ایران وجود داره و بنا نیست که آیندگان برای امروزی ها چوبه دار بپا کنند و این رو از انتقال قدرت در جامعه آمریکا یاد بگیریم، چیزی که در میان نخبگان ایران وجود دارد این است که پلیدترین و بی‌ارزش‌ترین نوع رفتارها رو که در دوران کارزار انتخاباتی آمریکا وجود داشته اینها رو همچنان دنبال کنیم و گمان کنیم که با این نوع موش بر سینه زدنها و ناسزا گفتن به آقای اوباما یا ترامپ یا چیزهایی از این دست ما درس سیاست آموخته ایم. نه، درس سیاست نیاموخته ایم. درس فقدان ارزش‌های مدنی رو آموخته ایم و دنبال می‌کنیم. زمان آن رسیده که جامعه نخبه ایران یا نخبگان ایرانی، چه هوادار رضا پهلوی باشند، چه جمهوری خواه مانند من باشند، چه اونهایی باشند که از درون نظام اصلاحات از جمهوری اسلامی بیرون آمدند، یا اونهایی باشند که چپ تا مغز استخوان هستند و هنوز بر ارزش‌های استالینی وفادار هستند، دریابیم همه کوشندگان و شرکت کنندگان در سپهر سیاست ایران دریابند که راه دیگری جز ناسزاگویی در کشور ما وجود دارد. از این نوع رفتارهای سیاسی پلید و تند و فرومایه چشم‌پوشی کنیم، کنار بگذاریم و بپذیریم که برای ساختن آینده ایران همان گونه که مردم ایالات متحده آمریکا به این شرکت کنندگان از دیدگاه‌های گوناگون نیاز دارند، ما هم به همه شرکت کنندگان از دیدگاه‌های گوناگون نیاز داریم. آینده ایران رو مردمی از کره مریخ نخواهند ساخت. آینده ایران رو مردمی با این پیشینه‌های گاه فرومایه و گاه بسیار دردناک خواهند ساخت. از اونهایی که از خانواده جبهه ملی و مصدق باقی ماندند تا اونهایی که از دل چپ ایران حزب توده و چپ مستقل و غیره بیرون آمدند، تا اونهایی که وفادار به رژیم پادشاهی بودند، تا اونهایی که تازه پس از انقلاب به دنیا آمدند، تا اونهایی که طرفداران سرسخت آیت الله خمینی بودند، همه این شرکت کنندگان در کارزارهای اجتماعی و سیاسی بخشی از ساختن ایران آینده هستند. این درس انتخابات آمریکاست. درس انتخابات آمریکا ناسزاگویی های شرکت کنندگان در این کارزار علیه یک دیگر نیست. در این است که انگامی که غبار فرونش است، تکلیف انتخابات روشن شد، شرکت کنندگان در این کارزار انتخاباتی به کشور خود می اندیشند، به آینده این سرزمین می اندیشند، به این ساختار می اندیشند و می خواهند این کشور رو حفظ کنند و به همین دلیل هم با یکدیگر کنار می آیند و انتقال قدرت در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای دموکراتیک با آرامش روی می دهد. آقای ریگان پس از 8 سال ریاست جمهوری و سپس 4 سال ریاست جمهوری آقای بوش پدر، آرام قدرت رو به
آقای کلینتون واگذار میکنه و ایشان پس از 8 سال ریاست جمهوری قدرت رو به پسر بوش پیشین یعنی جورج بوش واگذار میکنه. و آقای جورج بوش که 2 بار در انتخابات ایالات متحده آمریکا، 1 بار با اقلیت آرا و بار دوم با اکثریت آرا رئیس جمهور آمریکا شد، با متانت و رفتار مدنی دولت رو به آقای اوباما، نخستین تیر پوست، نخستین آفریقایی تبار رئیس جمهور یک کشور پیشرفته و صنعتی جهان واگذار میکنه. نه تنها در آمریکایی بی‌نظیر بوده، در دنیای پیشرفته بی‌نظیر بوده یک آفریقایی تبار به ریاست جمهوری برسد، آن هم 2 بار. و بنا بود که ایشان پرچم ریاست جمهوری رو به نخستین زن رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا واگذار کنند، که چنین نشد. و آقای ترامپ به هر دلیل، به هر گونه، با هر شگردی، با هر گونه کارزاری بر خانم کلینتون چیره شد. نه واکنشی در مورد تقلب انتخاباتی روی داد، نه کسی به زندان افتاد، نه به دادگاه رفتند برای اینکه این انتخابات را از دست ما دزدیدند، بلکه همکاری آغاز شد و فرایند انتقال آرام قدرت در این کشور شکل گرفت، با این امید از سوی شکست خوردگان که در دور آینده پیروز بشوند و اونها هم بتوانند با این آرامش و متانت انتقال قدرت سیاسی رو ببینند، چرخش در سیاست رو ببینند. موضوع جامعه مدنی در این است، جامعه شهروندی از راه به زندان انداختن و ناسزاگویی به شکست خوردگان یا از سوی شکست خوردگان در برابر پیروز شدگان به زندگی خودش ادامه نمیدهد. اونهایی که شکست خوردهاند به جایی که به لاک خودشان فرو بروند، پس از چند روز و چند هفتهی افسوس خوردن و احساس سرفکندگی و چیزهای دیگری که بر روی یا حتی گرفتاری های روانی و دیگر چیزها به خود می آیند و برنامه ریزی می کنند برای پیروزی در دور آینده انتخابات. مفهوم دموکراسی هم در این است، مفهوم شهروندیگری هم در این است. این از فرهنگ ما به دور می باشد. در فرهنگ نخبگان ما چنین ارزش هایی وجود نداره. فرهنگ نخبگان ما فرهنگ ناسزاگویی علیه یک دیگر است و هرگز هم پایان نمی یابد. فقط هم کارزار انتخاباتی نیست، هر کس که کارزار انتخاباتی رو در کشور ما برد، که البته این کارزارهای انتخاباتی در کشور ما بسیار نادر است، اگر برد، اگر کسانی مخالف او باشند، او رو به زندان می اندازند، مانند آقای موسوی و کروبی. اگر پیروز شد، اونهایی که شکست خوردن رو به زندان می افکنند. بگذاریم که اصولا اشاره کردم ما در کشورمان کارزار انتخاباتی گذار قدرت به راستی نداشتیم و اساسا کشور ما کشور براندازی و سرنگونی بوده. پدر علیه پسر جنگیده، پسر چشم پدر رو کور کرده، سلسله به سلسله دیگر باخته، دسته ایلی دسته ایلی دیگر رو از میان برده و حتی گورکن کردن آرامگاه پادشاهان پیشین رو. به همین دلیلم شما سفر کنید به کشورهای اروپایی، میبینید که آرامگاه شاهزادگان درجه سوم رو هم میدانند همه کجاست، ولی بیایید به ایران، آرامگاه پادشاهی نیست که ویران نشده باشد، اون رو گورکن نکرده باشند. تنها آرامگاه هایی که در ایران پای بر جا مونده اونهاییست که بیرون از ایران است، در نجف پادشاهان قاجاری که در اونجا به خاک سپرده شدند. رضا شاه که در ایران به خاک سپرده شده بود، در میان مخالفت بسیار گسترده‌ای گورکن شد. آقای خلخالی بر آرامگاه او به گفته خودش مستراح عمومی ساخت، خیلی هم افتخار میکرد که چنین کار میکرده و باشد که آیندگان آرامگاه آقای خمینی رو ویران کنند. این فرهنگ کشور ماست و در برابر فرهنگ کشوری مانند ایالات متحده آمریکا با همه کارزارهای کلان انتخاباتی، با این همه ناسزاهایی که در دوره انتخابات نثار یکدیگر می‌کردند، هنگامی که غبار انتخاباتی به پایان رسید، کارزار انتخاباتی به پایان رسید، این در واقع از این غبار انتخاباتی ما بیرون آمدیم، انتقال آرام قدرت آغاز شد. و
و یک نوع بررسی و بازبینی میانه با شکست خوردگان به وقوع پیوست. نه دشمنی، نه کینه، نه به زندان افتادن عده‌ای به دست عده دیگر. من نمیگویم همه چیز در این کشور در بهترین شرایط است، این دست کم یاد گرفتن که چگونه دموکراسی و گذار قدرت رو تمرین کنند. دست کم در فرهنگ این کشور و کشورهای پیشرفته جهان پذیرفته شده است که شکست خورده، نیروی سیاسی شکست خورده، به جای انتقام گیری، به جای رفتن و گرفتن جنگ افسار، باید تدارک پیروزی دوره آینده رو بدهد و پیروز شده به جای انتقام گیری از شکست خورده و به زندان افکندن همه سران نیروی شکست خورده، اونها رو به بازی میگیره و کوشش میکنه که پیروزی خودش رو گسترش بدهد. نه در فرهنگ ما. در فرهنگ ما حتی در این کارزار انتخاباتی کشوری که به ما هم غیر مستقیم مربوط است، ناسزاگویی میان هواداران آقای ترامپ و خانم کلینتون هنوز هم ادامه داره. در همین رسانه‌ای که من از اون سخن میگویم، در همین تلویزیون با واژه‌هایی از آقای اوباما سخن میگویند که عرق شرم بر پیشانی آدم می‌نشینه. و اونهایی که با ترامپ مخالف هستند چنان سخن میگویند که گویا هیتلر دومی در ایالات متحده آمریکا پیروز شده. یک لات چاله میدانی و یک آدم بیدانش آمده رئیس جمهور آمریکا شده و به زودی آمریکا رو ویران خواهد کرد. نه آمریکا ویران خواهد شد و نه در گزینش خانم کلینتون یا آقای ترامپ دگرگونی های بنیادی چندانی در موقعیت ایالات متحده آمریکا در سپهر جهانی روی خواهد داد. همچنان ایالات متحده آمریکا شرکت کننده در سرنوشت بسیاری از رویدادهای جهانی خواهد بود. طبیعی است که تفاوت اساسی میان این دو سیاست وجود دارد و وجود خواهد داشت. ولی مردم در ایالات متحده آمریکا و در جهان نسبت به این موضوع با یک نگرش مدنی رفتار میکنند. آقای اوباما پس از این شکست انتخاباتی تیم خودش یعنی حزب دموکرات به اروپا سفر کرد. در آلمان دیروز رهبران دولت‌های اروپایی رو دلداری میداد، خانم مرکل رو دلداری میداد که نگران نباشید. گویا سخنگوی آقای ترامپ است، بلکه به عنوان یک کشور سخن میگفت، به عنوان رهبر کشوری که رهبر تازه‌ای بناست به جای اون بنشیند. این آرامش رو ایجاد میکرد که ایالات متحده آمریکا از بنیاد دگرگون نخواهد شد. تا چند اندازه این گفته ایشان درست یا غلط باشد به جای خود، مهم اینجاست که یک نوع رفتار مدنی، یک نوع رفتار شهروندی رو ما در این کشورها میبینیم. انسان مدرن در این کشورها به وجود آمده. ولی در میان ما ایرانیانی که در درون کشور خودمون با اینکه میگوییم با مجازات اعدام مخالفین، میگوییم که به گذار مسالمت آمیز تا حدودی برخی از ما باور دارند، از هم اکنون چوبه های دار رو برای سران جمهوری اسلامی برپا کرده ایم. امیدوار هستیم که یک روزی بتوانیم اینها رو به دار بیاویزیم. همون کاری که اینها با سران رژیم گذشته ایران کردند با اینها انجام بدهیم، انتقام بگیریم تا نسل بعدی از این نسل انتقام بگیرد. این فرهنگ ماندگار کشور ماست. خونشویی با خون، انتقام و انتقام، براندازی، سرنگونی. در بسیاری از این سفرهایی که من میکنم میآیند آدمهایی و میگویند آقای امینی چرا از سرنگونی و براندازی سخن نمیگویید؟ میگویم که تمام تاریخ کشور ما تاریخ سرنگونی و براندازی است. هزار سال است که در کشور ما حکومتها برانداخته میشوند، سرنگون میشوند، شاهان کشته میشوند. تنها دوره انتقال آرام قدرت در ایران انتقال مدنی از دوره قاجار به پهلوی بود، از راه مجلس. این تنها موردی بود که در تاریخ ما روی داد و تازه این رو هم نتوانستیم تحمل کنیم. و این است که ما به جای درس آموزی از این فرایند مدنی، فرایند بسیار ارزشمند مدنی جامعه آمریکا، از این دگرگونی
بدون خونریزی، بدون انتقام، بدون زندانی کردن مخالفان، به جای اینکه درس بگیریم هنوز کارزار انتخاباتی و ناسزاگویی طرفین رو دنبال میکنیم و گمان میکنیم که این کار بسیار خوبی است. برخی از دوستان که به من ایراد میگیرن که چرا شما اینقدر با ادب درباره آقای خامنه ای صحبت میکنیم. بگویید آقای خامنه ای دو صفت جلاد و خونریزم در پس نام ایشان بیاورید. برای چی؟ چه فایده و چه خاصیتی خواهد داشت؟ چرا ما نباید سرانجام پس از این همه سال کوشش برای ساختن مدرنیته در ایران، فرهنگ مدرن رو در ایران تمرین کنیم؟ مدرنیته یک خیابان نیست، یک بلوارد نیست، یک دانشگاه نیست. مدرنیته یک ساختار اندیشه‌ای است. به آزادی فرد باور دارد، به حقوق انسانی باور دارد، به رفتار انسانی میان آدمیان باور دارد، به حقوق اقلیت باور دارد. مدرنیته یک ساختار ارزشی است. مدرنیته یک نهاد ساختمانی نیست. شما 100,000 کیلومتر راهن و جاده هم در کشوری بسازید، اگر فرهنگ مدرن رو بر این کشور چیره نکرده باشید، این کشور همچنان گرفتار واپسماندگی های تاریخی خواهد بود. فراموش نکنیم از زمان مشروطه تا هنگامی که رضا شاه بر سر کار آمد، قوانین بسیار پیشرفته‌ای در مجلس های شورای ملی تصویب شد. فراموش نکنیم در دوران رضا شاه سازندگی های بسیاری روی داد و صورت گرفت. فراموش نکنیم در دوران از شهریور 20 تا 28 مرداد ما با رویدادهای مثبت و منفی بسیاری در ایران روبرو بودیم که یکی از مهمترین اونها ملی شدن صنعت نفت به رهبری زنده یاد محمد مصدق بود. باز هم فراموش نکنیم در دوره 25 ساله پادشاهی محمد رضا شاه از 28 مرداد تا انقلاب 57 کارهای بسیار گسترده و نیکی در کشور همراه با دیکتاتوری فساد روی داد. رویدادهای معروف به انقلاب شاه و ملت یک اصلاحات بنیادی در کشور ایران بود. دستاوردهای بزرگی رو برای جامعه ایران در پی داشت. همه اینها رو نگاه کنیم و ببینیم که در هنگامی که انقلاب 57 روی داد، مردم ایران چه رفتاری نسبت به دوران گذشته انجام دادن، با چه شادی و پایکوبی و پشتیبانی آشکار از اعدام ها دفاع می کردن، از اشغال سفارت دفاع می کردن، از بستن روزنامه ها دفاع می کردن، رفتن به پیدایش جمهوری اسلامی رأی دادن، از حجاب اجباری پشتیبانی کردن. مردم ایران چنین کردند. گمان نکنید یک اقلیت کوچکی چنین کرد. اکثریتی از مردم ایران، اکثریتی از روشنفکران ایران چنین کردند. ما مدرن نشده بودیم. ما ابزارهای مدرن در برابرمان بود. به گفته مهدی قلی هدایت، ما یک تجدد لابراتواری میخواستیم. ما تجدد بلوواری یافتیم. کلاه رو تغییر دادن، زیر کلاه رو نه. ما مردمانی هستیم آکنده و آغشته با ارزش های فرومایه پیش مدرن، ارزش های هلیاتی دوران گذشته ایران. در سودا این هستیم که چه روزی می توانیم از مخالفان خود انتقام بگیریم و به جایی که به این انتخابات ایالات متحده آمریکا نگاه کنیم، به این گزار مسالمت آمیز و جنبه های مثبت اون رو آویزه گوش خود قرار دهیم یا به اونها بنگریم و اینها رو به عنوان دستاوردهای مدرن جامعه بشری بپذیریم، میگوییم که چنین نیست. یک فرومایی آمده است و در واقع دولت آمریکا رو در دست گرفته. شاید هم سخنی بیپایه نباشه. آقای ترامپ جایگاه شخصیتی آقای اوباما رو نداره، ولی اینها موضوع اساسی گفتگوی من نیست. من درباره سیاست با شما صحبت نمی کنم. من درباره فرهنگ با شما صحبت می کنم. من از این فرهنگ سخن می گویم که جدا از اینکه چه کسی بر جای کسی دیگر بنشینه، آقای بوش به جای آقای کلینتون و اوباما به جای آقای بوش، ما با یک گذار مدنی در این کشورهای پیشرفته روبرو هستیم، برای اینکه میخواهند کشور مدرن رو حفظ کنند،
ارزش های مدرن رو حفظ کنند، با همه گرفتاری ها و درگیری هایی که در میان این جامعه مدرن وجود دارد، با همه کوشش هایی که برای واپس گرداندن چرخ مدرنیته در خود ایالات متحده آمریکا هم وجود دارد. ما به جای اینکه از این درس بگیریم، در این چنبره ماندگار سرنگونی و براندازی و فرهنگ انتقام همچنان گرفتاری. من بارها در این برنامه و در سخنرانی ها و نوشتارهای خودم گفتم بزرگترین بغرنج جامعه ایران سیاسی نیست، فرهنگی است. از این فرهنگ است که سیاست ما بیرون می آید، از دل این فرهنگ است که دیکتاتوری بر می خیزد، از دل این فرهنگ است که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ما می شود، نه بالعکس. ما این فرهنگ رو باید دستخوش تغییر کنیم. اجازه بدهید که نکته‌ای رو که بارها در سخنرانی ها و سفرهایم گفتم اینجا تکرار کنم. برای ساختن ایران مدرن ما به انسان مدرن نیاز داریم. جامعه مدرن رو با انسانهای غیر مدرن نمیتوان ساخت. جامعه مدرن رو باید با انسان مدرن ساخت. انسان مدرن انسانی است که به حقوق فردی باور دارد، انسانی است که به گذار بدور از خشونت باور دارد، انسان مدرن انسانی است که اندیشه را در کانون دگرگونی های جامعه بشری می نشاند، انسانی است که به حقوق اقلیت باور دارد، انسان مدرن انسانی است که بر این باور است که شما اگر خدا باور باشید باید به خدا ناباوران یا اونهایی که از دیدگاه دیگری به همین خدا می نگرند یا از راه ایمانی دیگری به خدای شما می نگرند احترام بگذارید، حقوق اونها رو حفظ کنید، اجازه بدهید که انسانها از دین پدر و مادر خودشون برگردند، بیدین شوند یا از یک دینی به دین دیگر بروند. انسان مدرن به حقوق برابر زن و مرد باور دارد. انسان مدرن زن رو در خانه زندانی نمی کند. انسان مدرن به انتقال قدرت سیاسی از راه های مدنی باور دارد. صندوق رأی ابزار اصلی دگرگونی سیاست از نقطه نظر انسان مدرن است. بله، جنبش های اجتماعی هم بخشی از مدرنیته است، ولی این جنبش های اجتماعی سرانجام باید در چهارچوب یک انتخابات، در چارچوب کارزار انتخاباتی تحول خودشون رو نشان بدهند. ما بدون انسان مدرن نمیتوانیم ایران مدرن بسازیم. به این آزمون انتخابات پررنج و درد ایالات متحده آمریکا نگاه کنید. من مخالف آقای ترامپ بودم تا بن استخوان. برای من چهارشنبه، بامداد چهارشنبه که در پاریس، در هتلی در پاریس نگاه میکردم به برنامه انتخابات، دیر وقت سه‌شنبه شب ایالات متحده آمریکا، هنگامی که دریافتم آقای ترامپ انتخابات رو برده، بسیار دردناک بود. اون روز هم در هواپیمایی بودم برای بازگشت به آمریکا. روز بسیار سختی بر من گذشت، چرا که سخت مخالف آقای ترامپ بوده و هستم. اما این رو پایان جهان نمیدانم. با زبان ناسزاگویی به جان آقای ترامپ نمیافتم و این رو آغاز پایان ایالات متحده آمریکا نمیخوانم، مانند زبانی که برخی از طرفداران آقای ترامپ در همین تلویزیون در پیش میگیرند یا به نام آقای رضا پهلوی در پشتیبانی از ایشان سخنانی میگویند که بسیار ناشایست است. من پس از اون چند ساعت و چند روز پر از نگرانی و ناراحتی نسبت به انتخاب آقای ترامپ، سرانجام به عنوان یک انسان مدرن دریافتم که این پیامد کارزار انتخاباتی است، پیامد یک شکست است. حالا باید اونهایی که شکست خوردن بروند خودشون رو سازمان بدهند، دلایل شکست خودشون رو بیابند و در کارزار انتخاباتی و جنبش های اجتماعی آینده و حتی در همین دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ و همه پیامدهای ناگواری که او به دنبال خواهد داشت مقاومت کنند، کارزار مدنی به راه بیاندازند، ولی از راه های امروزی، از راه های مدرن، نه بر این باور باشند که مانند کشور ما باید حتما عده‌ای بروند و عده‌ای دیگر را از میان ببرند. تمام میراث آقای اوباما باید به زباله‌دان تاریخ رهسپار شود، چیزهایی که میگویند و مینویسند.
تمام هواداران آقای ترامپ در بس نژاد پرست و آلوده و فاسد هستند. یعنی نیمی از مردم آمریکا، اونهایی که بسیارشون به آقای اوباما رأی دادن. انسان مدرن اینگونه به جامعه بشری نگاه نمیکنه. ما اگر مدرن بودیم در نقد به رژیم پهلوی خمینی رو بر نمی کشیدیم. در نقد به پروژه توسعه اجتماعی دوران پهلوی از پروژه توسعه اجتماعی جمهوری اسلامی پشتیبانی نمی کردیم. من نکردم، ولی من به عنوان یک جامعه درباره این موضوع داوری می کنم. ما تقریبا به پایان برنامه رسیدیم و این بار از اون برنامه هایی بود که ما حتی تنفس هم در میانه اون نداشتیم. پیام من به شما هم میهنان گرامی این است که از این آزمون انتخابات آمریکا درس مثبت بگیریم، نه درس منفی. من سخت اندوهگین هستم که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند، ولی این پایان بشریت نیست، این پایان تمدن نیست، این آغاز فاشیسم نیست، این یک تغییر ساده غیر ماندگار در سپهر سیاست جهانی است که برطرف و برکنار هم خواهد شد. میتواند برای چند سالی بماند، میتواند نماند، ولی پاسخ به اون باید از راه مدنی باشد. درسی که ما باید از این انتخابات بگیریم زیبایی این حرمت انتقال آرام قدرت در ایالات متحده آمریکاست. ما باید این رو یاد بگیریم که میتوان در سپهر سیاست شکست خورد و پیروزی دیگران رو پذیرفت، بی آنکه در سودای کشتن و یا کشته شدن و یا بیم کشته شدن بود. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.